نزدیک به 6 ماه از عمله انتحاری در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل می‌گذرد. در این حادثه که در آستانه آزمون سراسری کنکور رخ داد، دست کم 70 تن از دانش آموزان جوان کشته شدند و بیش از 150 تن دیگر، بیشتر دختران، آسیب دیدند. اینجا در شهر آنکارای ترکیه در خدمت خانم فاطمه امیری و پدرشان آقای سید حسین امیری هستم. فاطمه امیری از قربانیان حادثه کاج است که یک چشم و یک گوشش در حادثه از دست داده و اکنون برای معالجه در کشور ترکیه به سر میبره. از خانم امیری میخوایم بپرسم که وضعیت معالجه ایشان چگونه هست و وضعیت سلامتی ایشان چگونه است. امیدوار هستم که بتانیم خبرهای خوب را از ایشان بشنویم. در قسمت تداوی ما چون یک قسمت نیست که مثلا فقط یک چشم باشه، چندین قسمتی از بدن مجروح شده و پروسه تداوی بسیار یک پروسه طولانی هست. ما یک مدت زیاد میشه که آمدیم، تقریبا 3 ماه میشه و از همو اول شروع کردیم به تداوی و هنوزم جریان داره و چاره‌ای که در روی باقی مانده او را یعنی دکترها گفتن ما میکشیم، ولی این خطر داره که امکان فلج شدن وجود داره و من نتونستم این ریسک و این خطر را قبول بکنم و او چاره هنوز در روی باقی است. در قسمت چشمم یک مقدار پیشرفت هست، ولی یک پروسه بسیار طولانی است. شکل چشمم کامل خراب شده و یک دوباره بتونه به شکل اصلی خود برگرده یک مدت طولانی را نیاز دارم، ولی در قسمت دید در کل جواب منفی است، چون مدت زیادی گذشته از اینکه چشمم تخلیه شده یا به اصطلاح چشمم کشیده شده، مدت زیادی گذشته بود وقتی که ما آمده بودیم و دیگه امکان از این وجود نداره که بتانم ببینم با چشمم، ولی شکل ظاهریش تلاش دارن که خوب شه. بسیار خوب. و یک سری تلاش هایی شد برای از اینکه کمک صورت بگیره به خاطر معالجه شما. میخوایم بفهم که کمک ها وضعیتش چگونه هست؟ آیا برای شما کمک های لازم میرسه سر وقت و اینکه یک پروسه تداوی طولانی مدت دارین؟ آیا امکان به لحاظ مالی امکاناتی پروسه هست؟ چیزی را که مرا واقعا خوشحال کرد این بود زمانی که حادثه کاج رخ داد، تمام مردم دسته یک کرده بودند و در تلاشی بودند که مجروحین حادثه را تداوی بکنند. این مساعدت ها نه تنها در قسمت ما بوده، بلکه در قسمت تمام زخمی ها بوده و خوشحال هستم که تمام زخمی ها تانستند که سلامتی خود دوباره پس بیارن. و در قسمت تداوی ما کمکاش که و کمپاینی که توسط آقای فرهاد دریا صورت گرفت، بله او کمک ها هر موقعی که من نیاز دارم به خاطر تداوی برم در دسترسم قرار میگیره و میتونم تداوی خود پیش ببرم. بسیار خوب. و دوستای شما، دوستایی که در این حادثه همراه شما یک جا زخمی شدن، از اینا خبر دارین؟ وضعیت از اینا از چه قرار است؟ آیا کسی از شما اینا هم موفق شدن که به بیرون از کشور به خاطر معالجه برن یا در داخل تداوی شدن؟ بله، یک مقدار زیادی از زخمی ها تانستن که در داخل خود افغانستان تداوی شوند، یک مقدار سطحی بوده و در افغانستان تداوی شدن، یک مقدار هم تانستن که به کشورهای دیگه برن و تداوی خود انجام بدن، مثلا پاکستان رفتن و بعض ایران رفتن و بعضی کشورهای دیگه ای که تداویشان یک مقدار زیادی تمام شده و یک مقدارش هم جریان داره. آیا میری وقتی که فاطمه جان در یک حالت بسیار بد دیدین و بقیه خانواده هم در میان جسدها جستجو میکردن، وقتی دیدین که فرزندتان اعضای بدنش از دست داده و شاید که زندگی شدیداً تحت خطر باشه، آیا فکر کردین که اشتباه کردین ای که فرزندانتان و ویژه دخترانتان به تحصیل فرستادین، یا فکر کردین که در آینده هم اجازه میتین که ادامه بتن به تحصیلشان؟ رای ادامه تحصیل هیچ پشیمانی ندارم. من دو دخترم کزی کده بزرگتر است، اونا پانتون خود خلاص کده، نردویش به اقتصاد کامیاب شدن و خوردترین اولاد ما ممیست و شبهایی که زحمت کشیده بود، هر صحنش در شفاخانه بودم، در هر جایی که بودم میگفتم کاشی به مو مرام و مقصدی که داشت میرسید. نتایج امتحان کنکور وقتی آمد چی احساس داشتی فاطمه جان؟ من 2 سال کامل شب و روز تلاش کرده بودم و
یک آرزوی دیگه ای داشتم. من میخواستم که اول نمره عمومی کانکور باشم، میخواستم ده ده برتر باشم و به این تلاش کرده بودم. چیزی بود که برش بسیار نزدیک شده بودم و مطمئن بودم که میشدم. به می خاطر من روز امتحان کانکور منتظر همینطور یک نتیجه بودم، ولی می فهمیدم که شاید بیشتر از سوالا رو ندیده باشم، چون چشم میاری نمیکرد. چشم چپم که در کل اج وجود نداشت و درد شدید داشت که من نمیمان که من سوالا رو حل بکنم. هر بار که میخواستم سوالا رو حل کنم، من قبل از او هیچ گاهی سرم پایین نگرفته بودم، چون دکترها اجازه نداده بودن، ولی من در سر امتحان مجبور بودم سرم پایین بگیرم و درد شدید میگیرم و منتظر بودم که ده برتر چی اعلان میشه، منتظر بودم که چی وقت میگن که فاطمه هست ده برتر. ای آرزویم بود، من به ای تلاش کرده بودم. در میان ده برتر نبودم و دردناکتر از او بود که در میان ده برتر هیچ کدام از دخترها را اجازه نداده بودن و هیچ کدام از دخترها در ده برتر نبود. و هنوز انتظار داشتین، امیدوار از ای بودین که دانشگاه را شروع بکنین در افغانستان، درستان بخونین و در رشته دلخواهتان یک فرد متخصص باشین؟ بله، خب من بسیار زیاد دوست داشتم که بتانم که کشورم از لحاظ تکنولوژی پیشرفت بتونم و همون روزا امیدم به این بود که زودتر باید بلند شوم، زودتر باید ما خوب شوم، که دانشگاه ما آغاز میشه، ما باید شرکت کنم در نسنفا، باید از روز اول باشم. و وقتش که آمدیم ترکیه هنوز دانشگاه بسته نشده بود و من هر روز عجله داشتم، میگفتم زود باید تداویم تمام شود که دانشگاه ما آغاز میشه، نباید درس ها از پیشم بره. حتی چند بار برام گفتن تعجیل بگیریم سال را، یا حداقل یک سمستر تعجیل بگیر تا تداوی تمام شود. من میگفتم نه، ما باید زود تداویم تمام شود و من وارد دانشگاه شوم. ولی روزی که من خبر شدم که دانشگاه ما بسته شده، قدر اون روز من درد شدید داشتم که روز حادثه نداشتم. اون درد، او دانشگاهی که به خاطرش تعداد کثیر شهید شدن، دانشگاهی که به خاطرش من دیگه نمیتونم ببینم، دانشگاهی که به خاطرش نمیتونم بشنوم، دیگه از دستم رفته بود و من نمیتونم که در او دانشگاه درس بخونم. این بسیار برم درد آور است که قدر تلفات دادیم، قدر قربانی دادیم، ولی هنوز نمیتونیم که تحصیل کنیم. بعد از اینکه پروسه تداوی شما در ترکیه تمام شد، برنامه چی هست فاطمه جان؟ قرار است که دوباره به افغانستان برگردین؟ چی میخواین اگر برگردین در وضعیتی که دانشگاه ها بسته است، چه خواهد کردین؟ برای حال من برنامه خاصی ندارم. برنامه من ادامه تحصیلم بود که دانشگاهم برم بسته است. من وقتی که تداویم تمام شوه، من مجبور هستم به افغانستان برگردم، من دیگه راهی ندارم، برم دیگه هیچ شرایط مساعد نیست. من دوست دارم که تحصیلات من ادامه بتوم، ولی در افغانستان خود درهای مکاتب و دانشگاه برای ما بسته است. من در افغانستان برم، مجبور هستم که خانه نشین باشم با تمام چیزایی که از دست دادیم. آیا امیری، شما چی فکر میکنین آینده برای دختران مثل فاطمه چگونه خواهد بود در افغانستان، در شرایطی که اینا دیگه اجازه تحصیل ندارن؟ فکر میکنین به نظر شما فاطمه برگرده افغانستان چیکار بکنه؟ والله خو یک چیزی واضح است، درس نباشه، تعلیم نباشه، حاجت به گفتن ما نیست، همه میفهمن. این را باید کشورها با این رقم مردم ها همکار باشن، کسایی که از تحصیل باز میمونه، کسایی که از درس میمونه، چون یا به خاطر همی که علم و دانششان پیشرفت کنه خود به میالت رساندن. حالا دیگه اگر در خانه برگردم از دست ما چاره ای نیست، اگر اینجا برش درس تحصیل آماده شوه خوش میشیم برش. خانم امیری، در 6 ماه گذشته پس از اینکه یاد سه اتفاق افتاد و به ویژه وقتی که دادخواهی شد برای شما به خاطر مسئله معالجه شما، بارها در رسانه ها ظاهر شدین و در دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان صحبت کردین و در دفاع از آموزش و تحصیل زنان و دختران. با این توجه، شما یکی از فعالان حقوق بشر به شمار میرین. آیا فکر میکنین که برگشت شما در افغانستان مشکل امنیتی در پی خواهد داشت برای شما؟ اتفاقا ما قبل از حادثه در مورد حقوق دخترها و زنان افغان فعالیت میکردم.
زمانی که دانشگاه بسته شد ما تظاهرات هایی می کردیم و هشتگ های پخش می کردیم و ویدیو می گرفتیم، عکس ها می گرفتیم به خاطر از اینکه دوباره مکاتب باز شود و از دولت می خواستیم مکاتب باز کنن. و بعد از اینکه حادثه رخ داد و فعالیت های ما بیشتر از قبل شد، تا جایی که می توانستم با وجودی که حالت خوبی نداشتم، نیازی به استراحت داشتم، ولی من هر روز کل روز من صرف به این می کردم که صدای دخترها را بلند کنم. در هر جایی می توانستم صدا بلند می کردم که دیگه نباید دخترها شهید شوند، دیگه نباید دانشگاه و مکاتب بسته باشم، و فعالیت زیاد کردم در این قسمت. برای فعلا مطمئن هستم که برگشتنم در افغانستان یک چیز منطقی نیست. اگر برگردم ایرا همه می فهمن که هر کسی فعال حقوق بشر باشه و حداقل در مورد حقوق دخترها صحبت کرده باشه، اجازه نمیتن که دوباره فعالیت بکنه. و اگر برگردم در قسمت ما می کار صورت خواد گرفت. به نظر شما سازمان های حقوق بشری، سازمان هایی که به ویژه در حمایت از زنان کار میکنن، تا هنوز چه توجهی داشتن به زنان افغانستان و فکر میکنین در آینده نیاز است که چه کاری انجام بده؟ چیزی که بر ما واقعا دردناک است این است که در گوشه از جهان دختران هستن، زنان هستن که از تمام حقوق انسانی خود محروم هستن و تمام جهان کامل سکوت اختیار کرده، هیچ کاری برای دخترای افغان صورت نمیگیره. دخترایی که 2 سال کامل است نمیتونن برن به مکتب و حق مسلمشان که تعلیم هست را بگیرن. دخترایی که دانشگاهشان بسته شد و جهان فقط نگاه کرد و هیچ کاری برشان انجام نداد. خواست ما از تمام جهانیان این هست که لطفا راه را برای تحصیل دخترای افغان باز کنن، یا ای که فشار وارد کنن تا ای که دانشگاه و مکاتب باز شود، یا ای که خودشان حداقل کار را انجام بتن، حداقل از طریق آنلاین شرایط تحصیل فراهم بکنن. گرچه که من میفهمم که هیچ دختر افغان در این شرایطی که در افغانستان وجود داره نمیتونه که از طریق آنلاین هم درس بخونه، چون شرایط اینترنتی خوبی نیست. برعلاوه حداقل میتونن که بورسیه های را برای دخترها بتن. دخترای افغان در این شرایط نیازمندترین هستن. من استعدادهای زیاد را در افغانستان میبینم که نابود شده میرن، ولی هیچ کسی دستشان را نمیگیره، هیچ کس صدایشان را نمیشنوه. خواهش میکنم که برای دخترای افغان لطفا راه تحصیل را باید ایجاد بکنن. با امید از اینکه سلامتیتان به زودی به دست بیارین و با امید روزهای روشن برای شما و برای همه دخترای افغانستان، سپاسگزار هستم از اینکه وقت دادین، سپاسگزار هستم از اینکه پذیرفتین که با ایندیپندنت فارسی همراه شوین.